با رویاهایت بخواب و با اهدافت از خواب بیدار شو. سلام و هزاران سلام خدمت شما نازنینایی که برنامه خودتان برنامه گپ نو را بیننده هستین. آرزو دارم که خوب صحتمند سر حال باشین و تا پایان برنامه ما را همراهی بکنین. در این لحظات برنامه یک شیک‌پوش و خوشکلام می داشته باشم دیگه در برنامه با خبرهای خوش و خوبش. سلام نسا جان، خوب هستی ان شاء الله؟ سلامت باشی، خوش آمدی. در برنامه از اون بخاطر نسایی که خودم میگم که در یک برنامه گفته بودی که بسیار شل میایی، از اون خاطر آنما آلا این رقم میایی. خب، خوش آمدی، تشکر نازم جان. طرفایت انشالله خیرتی بود؟ خیر خیرت. اما تو بخیالم که خانه نرفتی دیشب، اما تو یک جای آمدی طرف. نه، رفته بودم خانه. خب دیگه از اون خاطر امید کرده میم تو طرف راحت هستی. صبح کی دیگه نوخ شد خیستیم اما تو نگوی که روی تا ششتی نششتی. بهرحال نه روی تا خوششتی ماشاءالله. بله بله، خیلی خوش آمدی. خبر خوش چی گپ است؟ تشکر نازم جان. قبل از اینکه خبر خوش بگم یک سلام علیکم میخوام همراهی بیننده داشته باشم. بسیار خوب. سلامونه اونی که هیله هیله چه جوړ او خوشحال آباد اوسه، خوشحالی مو غواړو، هر غم مو له ژوند لری او ناهیلی تو مو هم له ژوند لری. بس الله پاک مو ټولې د دنیا خوشحالی ستاسو په برخه کی. و خبر خوش نازم جان، بازم میمونیم مثل یک راست د تصویر میبینیم که خبر خوش چیه؟ با تصویر باید ببینن دوستا که باورشون بیشتر شوه و زحمت های خود اخو نسجان میخواد بکشه، ولی از اینکه باورمندی شما بیشتر شوه روی تصویر میخوایم بریم ببینیم برنامه. بعد برنامه را و خبر خوشش داخل استودیو میریم، اما یعنی میگیم، اما بعض برنامه ها را فقط میمونیم که بیننده در تصویر ببینه خبر خوش. کار خوب میکنی. حالا خب ما فهمیدیم چرا این کارو میکنی، اما بیننده عزیز بریم ببینیم که کدام خبر را نصر جان آماده کرده. در این روزها ولایت بلخ به دلیل داشتن آثار دست نخورده در محور توجه گردشگران خارجی و داخلی قرار گرفته است. گردشگران داخلی و خارجی با سفر به ولایت بلخ از ساحات باستانی و تاریخی ولسوالی های بلخ، دولت آباد و دهدادین ولایت دیدار میکنند. آنان در دیدارشان از موزیم روضه مبارک میگویند افغانستان مملو از جاذبه های گردشگری است و مردم بیشتر علاقمند سفر به این کشور هستند تا برای زیارت و سیاحت به این کشور بیایند. در همین حال مسئولان در موزیم روضه مبارک میگویند که از آغاز سال جاری تا اکنون 50 گردشگر خارجی از این موزیم دیدار کردند و گفته مسئولان این رقم نشان دهنده علاقمندی بیشتر گردشگران خارجی به این ولایت را نشان می‌دهد. نبود یک موزیم معیاری در ولایت بلخ یکی از چالش‌های مهم در راستای نگهداری آثار باستانی و تاریخی بلخ است که از سالهاست فرهنگیان بلخی از نبود آن شکایت دارند. بیام په خیر وګرځیدای، بس نو هیله ده چې همداسه د خوشحالی خبرونه یوازې په افغانستان کې نه، په ټوله نړۍ کې نور هم زیات شي او ټوله نړۍ، یوازې افغانان نه، ټوله نړۍ، ټول انسانان دي ټول خوشحاله اوسي. بله نصر جان، خارج سفر کردی خودت؟ خارج یک چیز بگم، حالا اگر پاکستان بری بگی خارج کس باورش نمیاد، در حالی که وام خارج گفتم میشه دیگه. مهم نیست، ولی اما عطا می کشور همسایه‌ام بری باز ما رفتیم. والا ما واقعا صادقانه بگویم زیاد جای رفتیم. خب یک جای دیپورت هم شدیم. هیچ در نظر آدم نمیایی کسی جای از امو خاطر در نظر از امو هم نامدم من دیپورت کردن. خب تو بات بولو بیشه باید تو کرد. کشورهای نزدیک بگویم مثلا پاکستان، هند، مثلا دبی هم در تقریبا در نزدیک کی میاد تقریبا 3.5 ساعت در تیاره سفر کنی، 3.5 ساعت است. خب اینجا رفتیم. پاکستان خب بسیار زیاد رفتیم، هند یک 8 بار و دبی هم شاید. خب شاید این سفرهای کوتاه مدت بوده باشه. کوتاه مدت زیاد نرفتیم. با هند و پاکستان اینا خواهم شما یک بار از دورترش رفتیم تا 18 ماه. از دمو 18 ماه باز یک دیپورتی کردیم. ما یکی از ایره به خاطر سوال کردم که در این بخش برنامه یک کس را میمان می داشته باشیم، یک هموطن ما را که در بخش‌های متفاوت فرنگی فعالیت و کار کرده، اما پس از 34 سال یا بیشتر یا کمتر در امی حدود به افغانستان آمده برای زندگی کردن. شاید در این اواخر شاید بوده باشی که یک نفر قد بلند خوشتی نشانی نگو کال کنم طرف دیگه. من به خاطر که در سوشال میدیا تعقیب میکنم
اما امو نفر اگه خواسته باشی خوشناسم شاید امو آدم باشم، اما در این اواخر اگه دیده باشین دوستا کوشش میکنن اکثر وقتا بعض امتنای ما برن خارج از افغانستان زندگی کنن، صورت‌ها رو ببینن با. ولی بعضی امتنای ما هست مثل همین مهمان را که میخوایم، این خودش گپ جدید نیست به نظرت که چطور اروپا امریکا با افغانستان میان میای ها چطور تصمیم گرفته، چطور انگیزه برش پیدا شده که باید بیا با وطن خود، یعنی 34 سال پیش چطور یک تصمیم نداشت و الان این تصمیم رو گرفته که بیا بریم با وطن خود زندگی کنیم و او رو بر نگرده. یعنی بعض دوستان میاین بعد از 50 سال بعد از 40 سال بعد میاین یک چکر اواخوری میکنن پس میرن به خانه اصلی خود که خارج از افغانستان باشه. ولی این هم وطن ما که سلیمان لمر نام داره تصمیم داره به افغانستان بیاید، اینجا سرمایه گذاری کنه، اینجا کار کنه، اینجا فعالیت کنه و در بخش‌های متفاوت فرهنگی و هنری فعالیت داشته باشه. اگر موافق باشی که بخوایم دلیلش پرسان کنیم که چطور آمد سلیمان لمر، ما در سوشال میدیا زیاد تعقیب میکنم. دیده بودی نه؟ آفرینش که فیسبوک ریکوست تو را قبول کرده و خدا. نه ریکوست تو را کرده بودن. میبینیم عزیزا. باید همین برنامه گپ نو خوش آمدین عزیزا و قسمت که در آغاز برنامه یادآوری کردم برای شما، مهمان بسیار عزیز داریم که از دور دست ها آمدن و پس از 30 چند سال ایر که من باش قید نمیتونم بخاطر از اینکه خدا نکرده دروغگویی نشم، پس از 30 چند سال به افغانستان برگشتن، ای که تصمیم چی دارن برمیگردن یا خیر، ولی امی که پس از 31 سال یا 32 سال که در افغانستان آمدن چه تغییرات را اینجا میبینن، تمامش گپهای جدید است که در این بخش برنامه گپ نو خواهد داشتیم. مهمان این برنامه ما در این بخش آقای سلیمان لمر هستن. خیلی خوش آمدین به برنامه. زنده باشین. تشکر. ما هم سلام و عرض ادب و درود دارم خدمت هموطنان عزیز، خدمت شما، ممنون شما که مرا هم در برنامه تان صدا دادین. امو بزرگ عصب میگه که زلال باش فرقی نمی کند، گودال کوچک آب باشه یا دریای بیکران، زلال که باشی آسمان در تو پیداست. و برنامه منور مزین آریانا ما همیشه بینندهش هستیم و ماشاءالله شما گرداننده موفق و عواملی که پشت صحنه کار میکنن بسیار ازشان قلبا تشکر میکنم و یک سلام ویژه برای تمام مسافرینی که چون ما درد غربت کشیدیم 30 چند سال برشان تقدیم میکنم. بخیر باشین نسل جان، از خودت هم تشکر میکنم، باش که فراموشم نشه برای بخش های بعدی نسل جان آمادگی میگیره و انشالله در برنامه خواهد داشتیم. درست است. خب لمر صاحب خوش آمدین به وطن. سلامت باشین، قربان تر میروان هستین. چند ساله بودین که رفته بودین؟ والا ما بسیار خرد بوده، ما 6 خوار برادر هستیم، کلگی به کابل تولد شدیم، منتها ما شاید 5 ساله 6 ساله بودیم از کابل رفتیم. یادتون میاد کم کم؟ بسیار کم والا. بسیار کم یادم میاد. خب اینو به خاطر پرسون کردم که وقتی که دوباره برگشتین چطور دیدین کابل را؟ والا کابل برای من تقریبا افغانستان مثل یک مادر بودی است. وقتی آدم داغوش مادرش می خوبیاش بدیاش همه خوشایند است. جوانایی که خیلی کادرای خوب داریم با تحولاتی که در افغانستان آمد باز هم کوشش میکنن که بر افغانستان مستر خدمت شد. کابل زیبایی خود داره، خصوصا همی کوهایی که در یک حلقه هست، واقعا کابل زیباست. چند سال بیرون از کشور بودی؟ 31 سال میشه من در هامبورگ جرمنی زندگی میکنم، اما اگه تو فکر کنیم ما تقریبا 34 سال بیرون از افغانستان هستیم. 34 سال. 34 سال بیرون از افغانستان بودن خیلی تاثیرگذاری داره، ولی ماشاءالله خیلی راحت از ما کنم خوبتر صحبت میکنم. چطور روی زبانتان تاثیر نگذاشته؟ والا پدر جان والده سب نمیماندن زیاد ما با آلمانی صحبت کنیم، یادگه باز میگفتم می لسان خودتان که دریست صحبت کنیم، باز در خانه ما فارسی صحبت میکردیم. یعنی یک خواهرک خودم شاید 6 ماه بوده کاناداست، مشگان جان او از ما بهتر صحبت میکنه، یعنی همیشه 6 خواهر برادر با زبان مادری فارسی صحبت میکنیم. بسیار خوب. پس حال دیگه چند لسانه هم هستین؟ چه قسم نفهمیدم؟ یعنی چند زبان دیگه هم بلد هستین؟ والا من زبان ترکی رو یاد دارم. خب. چون در مکتب که در جرمنی رفتیم دوستای ترک زیاد وجود داشتیم از ترکیه. زبان آلمانی خب خانه خب مکتب رفتیم درس خواندیم و زبان هنگری رو یک کم یاد دارم و یک کم و بیش هم زبان اگه اشتباه نکنم بسیار کم اسپانیایی.
ماشاءالله چندین زبان میگن، یک زبان که یاد داشته باشی یک نفر، ای که چندین زبان یاد داشته باشی دیگه چندین نفر میشین. خب برای دوستا ما در آغاز برنامه یادآوری کردم که لمر صاحب پس از 30 سال به افغانستان برگشتن، ولی در کنار از این فعالیت های داشتن که من زمانایی که امو قایتای سابق باشه که بمو اصطلاح عام گپ بزنیم، در موقعیت‌های سابق یک برنامه داشتیم به نام سینما. من اکثر فعالیت‌های شما رو در بخش سینما می‌دیدم. اشتباه نمی‌گم؟ نه، خواهش می‌کنم. و جالب است که من شما رو تعقیب می‌کردم برنامه تفسیر پر بیننده بود. سلامت باشین، زنده باشین. خب، در این بخش هم فعالیت داشتین؟ من بله، در این بخش فعالیت داشتم. من زیادترش بیرون از افغانستان با سینمای افغانستان قد آشنایت نداشتم. خب. ولی خیلی علاقه داشتم بر افغانستان یک کار بکنم. همین تحولاتی که در افغانستان رخ داد بیشتر مرا طرف خود کش کرد. گفتم یک کار بکنم از هر طریقی که شده. بود پالی شکک ها، کسایی که جواری مفروشن، خانم های بی‌بضاعت، گفتیم از طریق هنر بتانیم یک کار کنیم. گفتیم سیاست همه را دور میکنه، ولی میگه هر کار را به اهلش بسپار. باز ما به سینما رو یاردم. من 3 سال در یک کورس از دوستای ایرانی ما بود در شهرامبورگ، از آقای آمیم زرتشت که برشان احترامات تقدیم میکنم، 3 سال تئاتر رفتم و آموختم. خیلی سختگیر بودن، هم نوشته میکردیم هم اجرا داشتیم. بعد از اون من با اسد جان سکندر آشنا شدم، برنامه‌شون رو تعقیب میکردم و همچنین برنامه شما را. واقعا میدونم چقدر شما پشت کار دارین، زحمت میکشین، بیوگرافی هنرمندا یا کسایی که بیرون یا داخل افغانستان هستن، واقعا برنامه‌تون خیلی هم گل کرده بود. واقعا باز من گفتم می کل جهان که آدم داشته باشه در بین مردم میخواد چیزی نباشه، مثل که هیچ چیزی نداری. با سینمای افغانستان توجه کردم، ولی روی حقایق جامعه که فعلا ما هزاران سوژه داریم، تا یک دختر فیلم باشه، بچه فیلم باشه، باز بدماش فیلم باشه، باز ما یک کپی کنیم از سینمای هند، ما از اون مکتب هیچ گذر نکردیم، هیچ دلچسپی هم ندارم. ولی اینمی بود پالیشگک ها، اسپندیگک ها، اینمی ها کلشان هیروهای فیلم یا اینمی الگوهای زندگی ماسته. بله. شما فکر اینا در 4-5 سالگی مرد ناناور خانهشان شده. و اینا مرا توجه ما به این جلب کرد که یک فیلم جور کنم که اطفال نازنین افغانستان ما همی شامتشان و همتشان رو به تصویر بکشیم که روی کار میکنم. بازم رای اسد جان سکندر یک سلیار جور کردن به نام با امید فردا، داستان مهاجرت هموطنهای ما بود. بله بله. کاستنگا و شوتنگاش در شهر بلغاریا، در شهر صوفیا شد، در کشور بلغاریا شهر صوفیا با خانم سوره جان منگل. بله بله. و خیلی خوشم آمد، از تجربیاتشان استفاده کردم. باز یک سریال دیگه هم نقش داشتم به نام پندک، از دوستای ما در ایران کارهای هنری میکردن. و همه اینا که یک طرف بود، زیادتر تولات افغانستان مرا به این جلب کرد که من در بخش ژورنالیست کار کنم. باز من 1 سال رفتم در برلین در بخش خبرنگاری که چه قسم یک خبر تهیه میشه. حالا که در افغانستان آمدیم، بیایم کار کنیم از هر طریقی که میشه، بیایم به یک دیگه بازو بتیم. ولو که آدم یک قدم به این کشور بردارم، من دستش به گرمی میفشارم. ما وقت افغانستان دیدم که جنگ نیست، یک اصلاحات میخواه بیا، علاقه گرفتم که بیایم در داخل افغانستان. ولی اگه ببینم زمینه کاری جا مهیا شوه، خیلی علاقه دارم به افغانستان زندگی کنم. چه حس خوشایند هموطنای عزیز، یعنی پس از 30 سال بازم امو محبتی که به نسبت به وطن است ما را وادار می‌سازه به ای که بیاییم به وطن خود خدمت بکنیم و بیاییم به وطن خود خانه بسازیم و ادامه زندگی بکنیم. به هر حال صحبت ها را ادامه میتیم، چون لمر صاحب خودتون نمیمونیم که او نوشجان بکنن که حالا او کابل دیر بعد نوشجان بکنن و هم به تلویزیون آریانا به استودیو برنامه گپ نو برمیگردیم. در ادامه برنامه صحبت ها را ادامه خواهد دادیم. با ادامه برنامه گپ نو خوش آمدین. ما در برنامه گپ نو مهمانای خیلی زیاد داشتیم که روی فعالیت‌هایشون صحبت کردن. شاید این هم گپ نو بوده باشه که یک کسی که در بخش سینما کار میکرد، در بخش‌های مختلف فرهنگی کار میکرد، یک هنرپیشه بود، یک نویسنده بود و یک جوان فعال بود و سالهای سال را در کشور بیرون از افغانستان زندگی میکرد، تصمیم میگیره و میاد به افغانستان و میخواد که اینجا کار بکنه. آقای سلیمان لمر در ادامه برنامه هنوزم با ما هست. از تحصیلات یادآوری کردین، در کدام رشته درس خوندین؟
در کنار سینما که بله در یک سال در رشته ژورنالیسم در شهر برلین درس خواندم، سه سال در رشته سینما درس خواندم. خیلی سخت بود در رشته سینما و در بخش که آدم گوینده باشه. رادیو داشتیم به نام رادیو کوک، زیاد تصویر نبود، صوتی بود. اگه یکان دفعه ما از پیش ما میرفت، باز ما یک تیم بودیم، دوسته یکان غالمغال میکنیم دیگه، باز اوجش کت میکنیم و شما بهتر معلوم است در رسانه. رادیو یکم آسانتر است، ولی یکان دفعه خرابی که میشد، مایکای ما خراب بود، صدای نفس ما میامد یا دیگه، بازم پرودوسر برنامه بسیار سر مغال میکرد. ولی وقتی کل ما در بخش رادیو که کار میکردیم، یک خروجی خوب که بیرون میداد، چون کار تیمی که هست، یک دست جمعی، بسیار استرس خودم داره، ولی یک تیم قوی باشه آدم یک خروجی خوبم بیرون میده. وقتی ما خودم برنامه را سهل میکردیم، عمل لذت میبردیم و یک سالم در بخش دندان درس خواندم، ولی دیدم هیچو با من نیست. ماشاءالله، اینم من گفتم امی بخش دندان فایده کردیم که یک دکتر هست. نه، هیچ، با صبح میرفتم طرف های تا چهار بجه در لابراتوار بودم، صبحم شب بود، شامم که شام. دیدم برای من نیست، باز زیاد تا علاقه داشتم از طریق رسانه بتانم مستر خدمت شام، چون تو یک آدم نیستم نازم صاحب عزیز که من در خفا خود پنهان کنم، میخوایم باشم، اگه کمبودی و کاسیم داشته باشم اصلاح کنم و آدم انتقاد پذیر هستم، بلند پروازی زیاد ندارم. موفق باشین لمر صاحب. حراس هم داشتین وقتی که میخواستین به وطن بین؟ از لحاظ امنیتی نمیگم، از این لحاظ میگم که از خانواده دور میشین، از دوستات دور میشین، و یا اینکه دوستای اینجا میبینین، حراس هم داشتین یا خوشبین بودین؟ ولاد اگه وقت شب بگین، یک حس تو میکس بود، یعنی هم میترسیدم ولی بسیار یک وسوسه بود داشتم. من تا یک چیز در دلم گواهی میداد، اینمی وطنت است، اینمی مردمت است. من نازم صاحب عزیز مثل جوانای پیشتر گفت، مثل شما تو یک قسم برای ملگو میداد، میفتم برم نه وطن جور میشه. یک حس خوب داشتم، مگرم خصوصا که در طیاره ما از جرمنی استانبول پرواز داشتیم. حالا شما که باش که یک سوال متفاوت تر، من یک مدت کوتاهی نبودم، ولی واقعیتش احساس کردم که در نبودن در وطن ناخوشایند است. اما یک تعداد دوستایی که تازه میرن، خیلی تلاش میکنن که از افغانستان براین برن بیرون شون، ولی زمانی که از این افغانستان بیرون شدن، باز ام استوریا رو که چک میکنی، اما آهنگای میهنی یا استوریای میهنی، بله، چی احساس است؟ ما میخوایم که کم بریم به بیرون از افغانستان که این احساس رو پیدا بکنیم. ولی یک نکته بسیار خوب رو اشاره کردیم نازم صاحب عزیز. کسایی که در بیرون از افغانستان است، بسیار قلبش برای وطن میتپه، برای آب و هوایش، برای نانش، خصوصا این نان خاص افغانی ما در اوج است، اما این رقم نان به این مزه‌داری یا چایش، یعنی شاید تحولات که آمده، جنگ و ایرانی به بار آورده، ولی طبیعت افغانستان دست نخورده. بله، خصوصا همین هفته باشم، من یکان جایی که هست، شاید تو نادیده آوری میرم، خود هفته هم میتونم، شاید دم بلاک کستم یکان تو بگه این دیوانه شده یا چیز، ولی ما قدرش هم میدانیم، ما کسایی که دوجه هستیم نازم صاحب، یعنی میشه کسایی که در موبایل همه تو بازی میکنن گیم یا دیگه، ما سردر تو جا هوا را میبینیم که درجه هوا چند است، سبا هوا چطور است. در یک روز چهار فصل تجربه میکنیم و فکر کنین، من نمیگم یه افغانستان از تریبیون شما دوستا بگه لمر از جرمنی رفت، بسیار یک تبلیغ میکنم، مشکلات داریم، کمبودی داریم، جوانای ما بیکاری هست، کادرای خوب ما رفته، ولی این همی کشور ماست، این همی وطن ماست، این همی ما یک مردم گتوت هم هستیم. یکان دفعه شاید بین خود جور نمی، ولی شیرینی داره که بسیار افغانه یک همت بالا داره. پیشتر که شما گفتین، بیرون از افغانستان که میریم، قدر وطن، قدر خاکی وطن، قدر مردم مهربان با صفایش، خیلی مشکلات است. اینجا نمیگم، من در شهر گشت و گذار میکنم، بسیار کسا در ذهن خود میپرورانند که یک اروپایی که در اوج یک بهشت خیالی است، ولی زندگی هم در اروپا خیلی مشکل است نازم صاحب عزیز. ادغام شدن در جامعه، لسان یاد بگی، هر کسی که از این وطن رفته قلبش جا مانده، برادر رفته، خواهرش مانده، پدر رفته، مادر رفته. ولی من یک چیز هم میگم، می چی فایده که من مثلا 85 ساله می بودم یک اسا چوب و خودم سرم شور میخورد، من میمان برنامه شما می بودم. چقدر با احترام به تمام پدرها و مادرها که مدستایشان می بوسم، ولی من می گپتان ماهای کوتر هستیم،
برای می وطن خیلی عشق ریختیم، خیلی گریه کردیم. وقتهایی بوده که لقمه در دان ما بوده، تولات افغانستان لقمه را نمی ترسیم قرد بتیم. خیلی انسان های وطن دوستم داریم دمی داخل و بیرون از افغانستان. ای که شرایط آمده خیر است، انشاءالله خوب میشه، وطن ما بهتر میشه. بله، به گفته شما کمی گرمی و سردیشه که نچشیم باز دیگه. همه ما که بریم باز این وطن به کی بونه و این وطن کی بسازه؟ همون تو مثل ما میرم میگم اگه من 85 ساله میبینم دو دقیقه من چه خدمت میتونستم به افغانستان بکنم. میرفتم یک تقاد یک جای میشیشتم. ولی ولی که انرژی است، توان است. من نمیگم مشکلات خیلی است این کشور. یکی از مشکلاتی است که فقر گلوی مردم ما را گرفته و این فقر از حال نیست، ولی یک برکت داره این وطن. نمیفهم دعای کدام مادر است، پدر است، دعای کدام یک طفل یتیم هست، یک برکت در این وطن است. یک قسم آدم آین روبا و ریکش میکنه و در جای دیگه آدم میره. مثلا فکر کنیم من ترکیه میتونستم برم خود هفته بودم لب بر انجوی کنم پس برم در کشورم، ولی این وطن مثل یک مادر واری آدم کش میکنه. وقتی داخلی وطن میایی اینقدر بر آدم سوژه میته، انگیزه میته، بیایم کار کنیم، بیایم کار کنیم. پارسال من ایران رفته بودم. کسایی که افغانای ما که در ایران است اونها چقدر قلبشان به این وطن میتپه، همه دوست دارن و انشاءالله رضا میکنیم وطن ما خوبتر و بهتر شه انشاءالله. دقیقاً. خیلی خرسند هستیم که شما را در برنامه داریم و حضورتان در این برنامه واقعا خیلی بر ما خوشایند بود. سلامت باشین. آرزو دارم که همیشه موفق باشین. میاییم کم کم میاییم سر سوالای باش که از سفر هنری دور نشیم. درست. نزدیکترین دوستتان در بخش سینما کی بود؟ از سکندر صاحب خیادواری کردیم. نزدیکترین کسی که در بخش سینما شد امرای انجینر صاحب کریم جان تنویر آشنا شدم. مشوق ما بودن استاد کریم جان تنویر، معاون اتحادیه سرتاسری سینماگرای افغانستان در اروپا در کشور هلند هستند و با انجینر صاحب لال محمد دورانی که اونا رئیس سرتاسری سینماگرای افغانستان در اروپا هستند. و ما یکان برنامه یا تئاتر که بود تشویق میکردن، کمبودی و کاسی داشت، مشوق اینا بود. ولی اسد جان سکندر در سریال که به من نقش دادن خیلی من خود در دنیای اینا نزدیک یافتم. یک حس در وجودشان هست میگه بیایم کار کنیم، بیایم کار کنیم. و شما بهتر میفهمید خودتان یکی از سینماگرای خیلی خوب ما هستین که به شما هم خیلی افتخار میکنیم. خصوصا برنامه‌تان خیلی گل کرده بود. زنده باشین، سلامت باشین. ما هم برنامه شما را میدیدیم، بسیار پرکار بودین و بسیار گل کرده بود در اروپا. ما وقتی که برنامه شما میشد تو سیل میکردم امروز کی شما معرفی میکنیم و همی که میرفتیم بیوگرافیش رو پیدا میکردیم. خوزا نزاد لجان عدیم یا اسد جان سکندر یا شخصیت ها ای از خود یک خودگذری میخواه. یعنی من بازم دست شما رو بگرمی میفشارم دیگه. بخیر باشین، زنده باشین، تشکر از لطفتان. فکر بکنم که اگر صحبت ها تا حال ما تقریبا اجزا نان نوشجان کردن، برنامه گپ نو را بیننده هستن. مطمئنا تا این لحظات به مخ خوش گذشت، برای شما هم خوش گذشته باشه. صحبت ها را اگر تا ساعت 12 شب هم ادامه بدیم شاید خوشایند باشه، ولی وقت برنامه دیگه یاری نمی کنه. خیلی خرسند هستم از حضورتان. پیام گفتنی اگر باشه اجزا میبینن شما را، مشنایم از شما. قربانتان، اول تشکری میکنم از شما که مرا در استودیو خودتان دعوت کردین، لایق دانستین. قلبا شما سپاسگزاری میکنم. برای هموطنانم که در داخل افغانستان هستن بیایم همه دست به دست هم بدیم، خصوصا کسایی که مسافر هستن، بیرون از افغانستان هستن. بیایم یک پل برقرار بسازیم که نسلای این طرف با نسلای اون طرف با هم ادغام شوند. برای این کشور زخمی و دردیده، برای این کشتی شکسته شده به نام افغانستان و می جغرافیایی که ما زندگی میکنیم، در می اجداد ما، نیاکان ما، پدرای ما تولد شده، تحولات آمد، ما مجبور شدیم مثل دیگه افغان ها مهاجر شویم. ولی بیایم تا توان داریم بیایم برای همین وطن ما خدمت کنیم. و به مسافرین آرزو میکنم که دیدار پدر و مادرشان و اقاربشان در اینجا میسر شد. و بر شما هم از خداوند صحت و سلامتی آرزو میکنم با امید یک افغانستان آباد و شکوفا. زنده باد افغانستان، شما در افغانستان. بخیر باشین. من میخوایم لمر صاحب با آغوش بکشم و وقفه بگیریم و خاطر که دیر بعد آمدن. سلامت باشین. خیلی خوش آمدین. خیلی خوش آمدین. خوش گذشت. عزیزا وقفه کوتاه می داشته باشیم. برمیگردیم.
با ادامه برنامه گپ ناو خوش آمدین. ما در این بخش هستم، عیب جان نصرت جان هم هستن. گفتنم شروع این سگمنت باید خودت داشته باشی. من نفهم چی گپ است، چی قصه است. بازم ما مهمان شدیم در برنامه گپ ناو. ما منتظر سوالای از یا هستم. یکی باز امروز چی گله باو دادن در این برنامه. بیاییم که یک جای که تزیار گپ بزنیم، باز معلوم میشه که گپ چی است. حافظ جان خوش آمدی به برنامه و حلقت تازه کو. خیلی خرسند هستم که خودت در برنامه داریم. معلوم میشه که واقعا پیسه پیدا کرده بسیار سخت شده. مخصوص نان خوش بگیم خوب است. ما اگر یک چیز باید برتان بگم پیش سلام علیکی و می دایرکتر تا نیج معلوم نمیشه. یه قرار اینجا شیشته نمیفهمه که بیادر ما چی رقمه خسته و مانده و زله. یه دفعه میگه دایی شاد بیا، یک دفعه میگه دایی شاد بیا. راست میگه. کی هست همی؟ کی هست همی؟ از یک ونی خدا هست. خودت کردش که خوب نیستی. تو بیا. تو بیا یک دفعه پایین بیا که باز ما کردت بفاهم. کردت گپ بزنیم. خب شوخی میکنم. شوخی میکنم. تشکر از نصرت جان. تشکر از عبیب جان. بازم ما در گپ نو هستم، در خدمت شما هستیم. ببینیم که باز در این برنامه گپ نو چی گله به او دادن. وان هر شب خوش شما میبینین از نو تا دهی شب از فکر میکنم. حافظ جان امو بخشی را که ما خود چند روز قبل داشتیم از خیلی... من چه مسلام دادم ندادم. آها در آغاز سلام علیکی کردی خود چرا که سلام برای بیننده ایمان برسه. این حبیب جان سعی که بیادر اطراز که مخو سلام هر روز میتونم برای بیننده هم صبح هم شب دو دفعه بگویم. ولی باز هم آدم هر دفعه که یک آدم هم میبینه یا آدم مقابل کامرا قرار میگیره باید یک سلام تا سلام شرط است. بله سلام دیگه خدا کنه که خوب باشن. هستیم امشب. من نفهم چند دقیقه وقت داریم. سوژه چی است؟ گپ چی است؟ گپ نو از دیگه. بله تمام وقت از خودت است حفیظ جان. ما خودت یک برنامه داشتیم چند روز قبل که خیلی دوستا و علاقمندای خودت هم برنامه رو پذیرفت، کامنت های خوبم داشت و یک قصه که خودت هم باز هم بخش قصاب بسیار خیلی سرزبان ها شد و امشب هم در برنامه دوستا علاقمندی نشان دادن که بیاین حفیظ داشته باشیم در برنامه و روی گزارشاتی که در این هفته داشت باید صحبت کنه. از کجاها گزارش داشت؟ چه اتفاقات جدید رخ داد؟ گپای نو اینه اینجا باید بگویید. سایس تشکر ایو جان بخیر باشی. تشکر از بینندایتان. یک موضوعی است که در این وقتا خو یگانه گپ نو که در سوشال میدیا زیاد در فیسبوک تا بالا بری از گرمی است. مکتب رخصت شد، 12 روزانه رخصتی دادن. همه گیره و دیگه گپی است که عید نزدیک است. عید نزدیک است دیگه، به خیر عید قربان است. حبیب جان عید قربان میشه، عید رمضان میشه، عید سال 1401 میشه، 1403 میشه. مگم به این متوجه باشین که عمر از ما شما کم شده. دقیق. هر روز که مگذره، هر روز که یک خوش آمدی در برنامه گپ نو خودت میگی یا در صبح زندگی ما میگم، اینمی گپ هاست که ما میگم صبح شب میشه، شب صبح میشه، ولی عمر است که مگذره. به هر صورت در این هفته همونطور است. در این هفته گزارشات خب معمولا نایب جان از ما خب عالمه را میگن کوچگشت شدی. خب بخاطر هم بینیندهای ما کوچگشت شدیم. دلیلش هم همی است برای وطندارای ما که بیرون از افغانستان زندگی میکنن. معمولا تلاش ما ای است که با کوچه و پس کوچه خود ببینن اگر خاکپر است، اگر گل و لای داره، اگر خانه هایشان چپه شده دیگه جور شده، اگر سرک نو شده، اگر چارایی جور میشه. بالاخره هر گپ کس ما میخواهیم با یک شکل نه با یک شکل به تصویر بکشیم. در پهلوش هم در این هفته چند گزارش خوبتر بود نسبتا. یک روز مناسبتی بود که تجلیل از روز مادر بود که ما به منطقه کارتی سه پل سرخ گزارش داشتم. بازدیدکننده زیادم داشت در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا و در افغان دیلی که او هم مربوط به تلویزیون آریانا میشه. نسبتاً ویو خوب داشت. روز بسیار با ارزش بود. اتفاقاتی را ما شاهد بودیم به خصوص از حبیب جان. من بازم تسلیت میگم برای حبیب جان. خدا مادر پدر سر ما شما کم نکنه. گل سر سبد هستن، گلی هستن که باید همیشه ما آبیاری بکنیم. یک لحظه نمانیم که یک شاخ و برگش خشک شوه. خدای ناخواسته دیگه مادر و پدرایی که زنده هستن عمر طولانی توام با تمام خوشیای دنیا برشان آرزو دارم. برای عیب جان از تسلیت میگم خداوند مادر پدرش مغفرت بکنه. و گزارش دیگه که جدا از روز مادر بود ای که گزارش یک وطندار گل ما که زیادتر سر کارش با حیوانات بود، امید جان مشهور به بچه آجی بود که یک گزارش فوق‌العاده بود در قسمت ای که یک گرگ تا 30,000 دلار هم
یعنی قیمتش هست. در وطن که ما زندگی باور نکردنی است، نه؟ باور نکردنی است. در وطن که ما زندگی میکنیم، ابی 30000 دلار فکر کنیم که یک حولی ده پیسه‌ش میشه. اگر اقتصادی تر بگیری 10000 دلاری بگیری، همون 3 دان حولی میشه، نه؟ نسبتاً سطح اقتصاد ما در کشور ما پایین است. ما شما با یک چاروپه که بخور و نمیر میگن، سه وقت زندگی خود میگذرونیم با یک رقم، نه یک رقم. اما در پهلویش جالب است. در تو یک کشور مثلا تو یک هموطن ما مثلا حیوانات مختلف نگهداری میکنه، گرگ نگهداری میکنه، مار خونه، طاووس، گرگه که مثلا تعلیمی بود، باش صحبت میکرد. در پولی ما هم زیاد ترسیده بودم. اتفاقاتی بود که از جای بسیار دور در واتساپ ما هم قسمت رقمه در پولی گرگ شیشته بود. بسیار ترسیده بودم. اونمو رو برمه روان میکردن، میگفتن والا بسیار راستی هم که ترسه بودی. ولی راستی هم اعتبار نیست. والا هرچی که تعلیمی هم باشه ایم جان. بسیار یک گرگ خطرناک هم بود. خطرناک تر است که هر چی نباشه حیوان است. درست صاحب جان، یک گپک تا بالا میشه، ولی اگه یک دفعه دندانم بگیره ایرم میفهمی که چقدر زود سرعت میکنه به تمام وجود اونم زهر که دست. بله، این حتی کشنده است. این گپ است. اما باز حیوانات یک خاصیت مهربانی هم داره. کافی است وقتی که حیوان خصوصا می گرگ یا پشک یک مهارت کار داره که چه قسم مهربانی تا انتقال بدی. اما یک دفعه باز... کلش خراب شد باشه نمیشه، شرط نمیشه. یک دفعه بد خوردی سر نمیشه. باز من برات میگم طریقیشه. حال باش که بس دیگه طرف نره. این گزارشتان واقعا عالی بود. بارو گمش کن همین یک چیز را از مهربانی گفتی. بس مسئله انسان حیوان و بس شکر هم باشن از بسیاری ها کدم و خوب هست. دیگه باشه به خدا همین اجتماع یکان جایی که میبینی باز میگی از بسیاری هایش کدم و خوب هست. والا میربان هست. یک سه گزارش شدید محفیز جان، فکر کنم از همین کوی آسمایی بود، کوی تلویزیون، همین یک بابا یک بود میگه من 30 سال میشه دینمی کو زندگی میکنم، اینه پیرام نشده. من بسیار میگه آدم دلزنده هستم. راستی همین گزارش کوی تلویزیون هم جالب بود. تو کوکای ما یکی دو گپ از پیشش مان و یک رقم چی هم شد انگاز پیدا کرد. یک بار گفت که من 60-70 سال هستم اینجا هستم. من گفتم خیر، سر روش همینجا سفید کردی. باز من گفتم چند پاچایی را تیر کردی؟ گفت زیاد، یکان 12-13 پاچایی را گفتی اینجا. باز یک چند خواهد گفت ولد همی نمی تغییر تبدیلی ما از پنشه ماجر کشیدیم همینجا خانه را خریدیم. این یک کمک گپ چی شد من نمی فهمون تا سر محتویاتش زیاد من نرفتم. بزرگای ما سنگان و قسم میکنم. واقعا در کنار از اینکه زحمت میکشی خیلی اتفاقات جالب را هم شاهد میباشی. دقیق. یک کوتاه برد میگم یک خاطره بسیار جالبه که من نمی فهم چند وقت برنامه شما مانده. تقریبا 20 و چند رمضان بود ما لیسه مریم رفتیم. دوستا پیام کردن که حفیظ جان هم یک گذر بکو ببینیم بفتاری چه رقمی است. لیسه مریم رفتیم دمی نفش سرک خشت و خطیف. در همین قسمت بودیم. میخواستیم گزارش ما رو شروع بکنیم. یک چند قطر شد یک دو نفر از هموطنهای ما جنگ میکردن. ما خواستیم که در بین از همی یک مابین خلاص شویم. چی مابین خلاص میگن؟ صلح بکنیم یا مابین خلاص یا خلاص یک... گری کنیم. خلاص ماین دیگه. روی داری خلاص ماین هم زابه داده دوره مکتب که جنگ میکردن خلاص ماین. دیگه بیادر این آدم ما میخواستیم که یک جو کچه یکش رفتیم گپ بزنیم که باش همی کمک قناعت شاسته بکنیم. بعد از او باز رفیق دیگه ما را بخواییم یک از همکارای ما و کت ما می باشه. او را گفتیم که تو برو را بیار ما میانه میره دمی کمره یا یک بغل کشی بکن. ما کت از این گپ زدیم از اون نفر مقابل بیادرش آمرد و کدام تکلیف داشت چی ها روزه گرفته بود. یک دفعه دوید یک سنگ کیلویی را گرفت آجا. یک سنگ کیلویی را گرفت، این سنگ کیلویی را گرفت. جان بیادر دگم ما ما همون قصه چی واره دو پای داشتم و یک دو پای دیگه هم قرض کردم فرار کردم. اگر همون رو شاید دیده باشید در رمضان، اگر ما اونجا فرار نمیکردم ایوب جان که تا سنگ کیلویی که مرا میزد حال شاید دیگه میگفتن خدا ببخش شینا دو سه ماه اثر افیستیر خوب بودم اونجا کراچی دو سه ماه دو ماه خلاص من یوم خوب بیاد. آه ما که دیدم گفتم بیادر نه دیگه نمیشه. باز خوب بوده این محبت هم وطنهای ما رو که اگان جایی ببینم باور بکنیم. همیشان مرقه کردن مذرت خواستن گفتن این آدم تکلیف داره این آدم. هر جایی کسی هم وطن ما سلام برش برسه. شاهزاده هر جایی کستی خوش آرام باشی. ما کتت چیز نداره مگه ما رو کتم سنگ هم میزدی خیر است.
اگر کت سنگ هم ما را بزنید، ما فکر میکنم که ما را کت گل زدین، شما هستین که ما هستیم. هیچ کدام گپ در دل من نیست، مگر مرا زیاد ترسانده بودی. بعد از او هیچ گپ نمیامد، ولی باور بکن 20 دقیقه دیگه گزارش را ثبت کردیم، اما یک رقم میلرزیدیم که کت سنگ میزدیم. گفتم که اتفاقات جالب رخ میده، زیبایی گزارش های خودت اینمی است. تقریبا یک چند دقیقه از برنامه باقی است، یک چند تصویر از گزارشات خودت هم می‌بینیم اگر موافق باشی. سعید خیلی شما این گزارشا رو ببینین، ما میرم بدر اگه کار دارم از خود میگم. برو شاور از ناوقت خانه خدا نکنه. مرا باز ناوقت اجازه هم نمیده. ساعت چند بوده؟ ساعت خود خراب است. 9:20 است. آ 9:20 است که واسه 9 چلاست. ساعتت خراب است. گرم اومدین اینجا در برنامه گپ نویش خبر ندارین که زمانو بچه که گرم اومدین قصه کلا میره. موفق باشی. گفتنی دیگه باشه میریم باز بخش گزارش‌های خودت هم می‌بینیم. بیادر خداحافظ، من رفتم. رفتی؟ نه. بخیر باشه. بخیر باشه. خوش آمدید. خوش کو که گوشه گوشه بری دیگه خلاص ماین نباشی. الان نگهدارتون باشه. خوش شدم. برنامه گپ نو ببینین با ایبجان نصرت جان. بسیار زحمت میکشن برنامه ساختن در این شرایط کار ساده نیست. باز اگر بگوییم باز شاید شما بگوییم ولی مبالغه میکنه و یکان گپکای تا بالا و گپا را باشه. هر جای که هستین شاد باشین، سبز باشین، آرام باشین، فقط تشویش نکنین در زندگی و بعد. سلام اوله که در گزارش میداشته باشی چه خوب یک سلام میتی، اما تو لوابدار، مزدار. اگر لول خورد که خدا تو رام کتون بیاده یک جای. باز این طرف های سمت شمال با سید احمد میگم. آه سید احمد هم چلو دو ساشته که بکس میکنم، یک سی سی وقت ساشته کلب دوری میکنم، چندین کلب های در شهر کابل دارم فعلا. دمیکو تقریبا سر مسافه کردم دمیکو. چی میگی؟ آه آه آه. چند سال؟ یعنی تقریبا 50-60 سال. ممرن پایین بالا میشه حال کویش شدن دیگه کل از یه عادت کردن کویش شدن کل شدن تو بالا میشه نجم کو نمی آخو مگر زندگی از شما خو باز هم خوب است الله بگه از همی حالا ما یک رقم اک شدیم آه یه نه او بسار بس اخی مردم بالا میکنه چی میخوری انرژی چی میزنی کال تا اوجه ببریش هش اگه یک دیر ماسک تو اونتو زده میری چی رقم کوکاکی میداری پا پا ما چی ماس غار کدی پلاستیک همه تو زده میری کسی مریض شوا برو چرا رقم تا میکنی؟ یا با زنبیل یا با پشت یعنی نگه بیخی دیگه گم کنی مشکلات پس میمونی یکم اکه با شیما بیا برو خدا حافظه بخیر باشی برای ما دیگه شیما نمانده امروز متفاوت ترین گزارش داریم برای شما ای که چی از بدن خواد گفتم قربان لطف مرحمت تیانه بی صبرانه منتظر بودم بیادر امی کلانش قیمت 61700 دلار افیزیان 700 دلار بله ای گرگ است به نام جرمن شپرد کینگ سایز بلک فیس دبل کوت او اینه مقا نامش هستی در خارج یک نوسگ است به نام ماستیف تبتی قیمتش 30000 دلار است افیزیان اقدر سرعتی داره نفیز کم که بسیار سرعت بالا ما مرد است که مرد است آفرین آفرین یک درگت وار خطا است بیام په خیر او ګرځیدای غپناو خبرونه د لزانګړو میلمنه او ځانګړو مطلب سره تاسو چوپړ کیو خو درې به لحظات برنامه چی داریم د دې لحظات برنامه چی بخریم چی داریم چی بخریم چی داریم چی بخریم د چی بخریم چی 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 خریم اینو بگو امو چی حفیظ حفیظ صحبت کرد یک ګرګ را که ما چون چند هزار دلار گفت 30000 دلار 30000 دلار و حفیظ از ګرګ هراس داشت نه مم رفتم امو برنامه را که دیدم علاقه من شدم اینجا داخل خونه آوردیش نه رفتم امروز این برنامه را گفتم باش علاقه من شدم یک گرگ بسیار مقبول و یک پشکک سفید که دوست داشتم چون پشکم گم شد اونمو را خریدم ولی در مورد بعض حیوانات دیگه که من اونجا رفتم معلومات پیدا کردم یکی از پرنده هایی بود که ذکر میکرد که برای خودتان یادآوری کردم نامش هم خیلی جالب بود او را من زیاد از طفولیت زیادتر کسا با نام از او آشنایی ندارن اما من گفتم مشناسم او پرنده را اما باریکی گپ چی است نصر جان صبح وقتی که ما و شما از خواب بیدار میشیم صدای پرنده ها را با گوشت مشنوینی خیلی نکر نیستی من خدا وقتی که مشنوی اینمی برات خوشایند است یا نه بسیار خوشایند است نه صدای پرنده خود صدای طبیعت است صدای طبیعت یعنی شکر این پرنده هم به نوع
شکرگزاری خداوند نمیکنن، یاد خداوند نمیکنن. و می دلیلم در این برنامه ما رفتم چند پرنده دیدم که اوجا مو فروشنده میگفت که خودش مو ذکر میکنه. گفتم باش که معلومات پیدا بکنیم و برین بیشتر در خود برنامه ببینین که چی خریدیم، چگونه یک انتخاب دارم در قسمت حیوانات، قالین و موتر چیزا را مان نمیگفتیم یک حیوان بخریم، اما حیوان نگه داشتن هم باید شرط حتمی است که خوب نگاهش کنیم. بریم برنامه بخش از سگمنت چی بخریم را ببینیم. درست است؟ خوب است نازم جان. بخش باز هفته بعدی که رفتی بازم اون پرنده را برام اگه لطف کنی بخریم. فعلا ببینیم. سلام، سلام هموطنای گل و نازنین، عزیزانی که تلویزیون آریانا را بیننده هستین، بخصوص خوبانی که برنامه چی بخریم و برنامه خودتان را بیننده هستین. حبیب نازم در خدمت شماست و آمدیم به یکی از موقعیت‌های شهر کابل که خیلی پر ازدحام هم است. این منطقه را به نام تیه مسکن میگن و در اینجا حیوانات تزیینی و دوست داشتنی را که شما دوست دارین در خانه هایتان نگهداری کنین با فروش میرسن. خب عزیزای بیننده باش کیجا که وقت تایی بسکن میهی باز میگن کاجی صاحب بشیر بسیار یک آدم مشهور است در قسمت تایی فروش پرنده و ایگفا. این خود شما هست. سلام حاجی صاحب. حبیب جان قنجو بخیر جان و جور چیال اول خیرت بخیر هستی؟ خوب هست انشاءالله. چیال اول جور خستی؟ بخیر باشی. آلی گرگان آخریم نه کار ندارم کارا دوستا هم اگه خوب است. خوب هستم. اما این عزیز ما تصویر ما اینجا خوب است یا بریم داخل؟ داخل میریم خود یک معرفی کنم. جان قند یک سلام خاص به شما، یک سلام خاص هم به تمام همی دوستا شوقی ها و تندارا که ما را از برنامه تلویزیون آریانا میبینن. بخیر باشی. آجی صاحب در این منطقه که می بازه که ماشاءالله خودت بسیار مشهور هستی. زنده و سلامت باشی. یک دعای شهرت از کجا پیدا کردی؟ والا دعا می مردم هم از دیگه بیادر ما در خدمت همی و تندارای خود هستیم بیادر. خب به 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 اوه کامرمان عزیز بیا که پشکا را پیدا کنیم. باش که برای که اگر که عبیب جان بکشم اینه آه اوه چه چگک چه قمع خود است. اوگار نشه اوگار نشه اوگار نشه اینه من بگی که اگر بکشم باید دایش را بکشم. به 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 جان چشم آویست اینی دیگه شخصی هم چشم آویست که عبیب دوستا بیدیم خواهیش عبیب تو خواهیم برای شما چشمایش آن هم اکسایی که عبیب جان قمع. اینی چی هستی پرنده ها؟ جالب نیست؟ آه بسیار جالب هستی. چرا این نام میگم برای؟ بخاطر اکی ذکر میکنم این بسیار یک پرنده زینتی هم هست دیگه مقبول هم هست. حالا این پرنده ها که آغاز صبح میشه چقدر صدایش خوشایند است و اینا همش ذکر خداوند نمیکنه و برای ما و شما همونطور که خوشایند تمام میشه به می دلیل است. و این پرنده هم که میبینیم میتونم ما بگیرمش؟ آه آه اینه اینی پرنده را کاکلش از سایی که بسیار دیگه پروردگار است صدقی پروردگار شوم سایی که چی چی حیوانات پرنده را خداوند هست کده بسیار مقبول است. چقدر زیبایی چقدر زینتی است اینی کاکلکش هست. و نامش هم گفتین نگه اونه مقصد باش که در اینترنت دوستان سرچ میکنن کال نامش هست. این کسایی که جرمن شیپر را دوست داره دیگه نگیریم آره مقصد این چقدر وقت است؟ این سیاهش؟ سال شده یک ساله شده ساله شده آه بازیش قیمت تر است؟ این دیگه از بکرده قیمت از این بالاتر است حبیب جان خم این جنور است حبیب جان که در کل افغانستان پیش شوقی نیست اینمی؟ آه یک چهار تا رقیب که دارم همو گرگای پیر نشان میده که شاگردان بوده اولش برات بگم همی امید بچی آجی هفت سال شاگرد ما بود او تو جنور او نان هم نداده گرگای پیر پیردگان برنامه به می دوستا شوقی ها نشان میده دیگه جان ها بچم تصویرش صحیح داری شیر حسن کامرمان عزیز ما این فول جرمن شیپر است حبیب جان خان جنور است که دیگه و می چهار تا رقیب ما چلنج از خلاص دیگه تو جنور است.
قند یمقه بگه پس همقه تعلیم از این بالاست کالیج خو گرگاست کتش خو که باز بیرون بکشیش جای آزاد باشه بسیار بگه پس بسیار تعلیم است. ای ناجی صاحب من اینه میره گرفتم اینه کرم زنجیر منجیرش خدا نیم صدقه سرت بیادر صدقه سرت از تو کده خوزیت نیست بیادر صحیح است باز از اینجا خدافزی کنیم بیخی سایز شکر برم دفتر روان میکنی بیخی سایز آه چرا نه چرا نه بیاد تشکر آجی صاحب از اینکه لطف کردید این از راه میره گرفتم دگه میریم اونمون پشک هم اگر در مسیر را باز آجی صاحب امکانش بود از دکان خود گرفتیم چطور است انتخاب از من این سه چهار تایی نمیره انتخاب کریم آجی صاحب شوق ما چطوره والا خوب شوکیستی با واقعیت چیز خوبش اگر شوق هم میکنی چیز خوبش انتخاب میکنی این از راه بگم این کامرامین مورا کامرامین دور برو کن نگیری تا وقت شوقیش هست تو بلد نیستی نگه بیر جان خان بسیار گرگ ما در شکر درست در باغ باز میریم انشاءالله یک روز اوجا ای جام دگون ادم قفص ها اش دانه گرگم دمی جام هستم کامرامین عزیز مورا میگم یک چند تصویر شونه بگیره ما خیلی گرگ خدا پیدا کردم کامرامین بگی کامرامین بگی رکس رکس من رکس خریدم خب رکس خریدم میرم اما تو به یاد رکس خودم که من یک دانه گرگ داشت و من هم رکس آجی صاحب نگاهش میکنم پیش خود صدقه سرتان رضایت خودت باشه چون همی ایوانه که میگیری باید رضایت صاحبش باشه رضایت باشه اگه صدقه سرتان خوب شوقیستی خوب چیز انتخاب کردید بخیر باشی رکس هم اما تو از ایوانات خیلی با وفا و گرگ خیلی با وفا میباشه حاجی صاحب ما چون دهی ویژگیش یکی از روانشناسا میگه میگه که گرگ تا خوام که میکنه با صاحب خود خوام میگیره راست میگه بسیار وفادار چیز است عزیزان دیگه من از حضورتان مرخص میشم میبود برنامه چی بخریم پرنده ها رو هم گرفتیم ولی توتی و پشک هنوز مونده او رو هم باز خاط گرفتم در مسیر دکان حالا اومدیم خانه حاجی صاحب گفتیم همین گرگ انتخاب بکنیم ما دیگه اگر رضایت خودت باشه باز خط شده دکان نشته میکنیم مایک بگی من میکشم شه عزیزان برای شما وقت خوش خوان هستم و وقتتان بخیر کامنت پیشنهاد نظر شاید کمیای خیلی زیاده بوده باشه و ما تلاش نهایی خودم میکنم که رضایت شما را حاصل بکنم آرزو دارم این برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشه و حیواناتی که ما شما دست میزنیم باید همون موضوعات صحیحش هم باید در نظر بگیریم ان شاء الله که باز همیشه وقتی به حیوان دست میزنم حیوان چیز خوبی است ولی باید ما شما موضوع صحیحش هم چون در خاک و در اینا است باز مسئله شستن دستا با صابون اینا هم فراموشتون نشه هر عزیز ما که شوقی هست همونطور از حاجی صاحب پس تا برنامه های بعد وقت شما بخیر من دیگه نمی گرگک خود گرفتم میرم اون تا آرام آرام حاجی صاحب بریم حاجی صاحب بریم رکس چرا تو خودم میگیری؟ همی دایرکتر گفت طرفم یک قواره کن خب نه بیدون قواره کنگی هم یک قم بودی خب عزیزا رسیدیم تقریبا به پایان برنامه آرزو دارم که این برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشه ما بخشای زیاد را تقدیمتان کردیم مهمانهای خوبه داشتیم حفیظان امیری سلیمان جان لمر و میرسیم به پایان برنامه ناگزیر با شما عزیز خدافظی بکنیم فراموشم نشه که چشم برای نظریات پیشنهادات و انتقادات سالم شما جهت بهبود برنامه خودتان هستیم آزادانه نظر پیشنهاد انتقادتان با ما شریک بسازین تا اینکه بتانیم برنامه تان طبق میلتان تقدیم بکنیم فراموشم نشه که چینل یوتیوب آریانا را همچنان سابسکرایب بکنین و برنامه های مورد نظرتان را تماشا بکنین و میتونین کامنت بگذارین و اونو بلبتن این گپایش باز میمونم که ما بسیار کوتاه میگم سابسکرایب کنین بازو هم و بل بتن یا زنگولگه که فشار بتین تا هر برنامه‌ای که داخل چینل آرینا تلویزیون اپلود میشه یک نوتیفیکیشن براتون میاد باز میتونین بخشای میدان بیا بخشای پیاده برو جایزه بگی چی بخریم اگه میخواین مکمل ببینین باز میتونین از چینل تلویزیون آریانا در یوتیوب تماشا کنین دقیقاً پس برنامه‌ای بعدی که باز هم حبیب ناظم نصرت جان کیهان با جمع از همکارایشون برنامه رو تقدیمتون میکنه
شما را به علای پاک الله ازوال مسپاریم. گلاس های استیدیوی نصرت شانم نو شد. تبریک شان مبارک. علا یادار گهدارتان. وقتتان بخیر. خداحافظ. بیا بلک پرانه. اللهم ملچه.